أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن اللهم صل على سيدنا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين والمقربين ونبي الأمة وآله وصحبه أجمعين حضور برنده های محترم برنامه اسرار معرفت تلویزیون پیام افغان السلام علیکم و رحمت الله و برکاته امیدوارستم هفته خوش را سپری کرده باشین و می امیدواری برنامه امروزی خود را به یاری و مددواری حضرت جلال و اکرام آغاز میکنم و ضمناً عید سعید فطر خدمت همه ایزا هستیم قلب بین نمایندگی از کارکنان برنامه اسرار معرفت تبریک عرض میکنم. خدا کنه که عید پر از صفا و صمیمیت داشته باشه. در برنامه امروزی در رابطه با نفس و خصوصیاتش که اصل وجود ما شما هست، که انسان متشکل از دو اصل روح و نفس است، صحبت های از آثار جناب علامه صاحب بزرگوار خود داشتیم تا جایی که وقت یاری کرد انشاءالله در خدمت شما قرار خود داشتیم. در این عنوان که جناب علامه صاحب بزرگوار تحت عنوان نفس یا تانکی نموبخش بدن تا زمان معین می فرمان که یک نفس یا قوه محرکه انمایی جسم یا کنترولر انساج بدن که در کلیه جانداران حیه موجود است. اگر این نیرو در بادی جانداران نمی بود، آیا فکر میکنید چطور آن موجود از کمبود انرژی جسم خود خبر گشته و برفع فقدان آن خیش را به اختیار در تلاش می دید؟ و این عمل به دو قسم صورت می گیرد. الف، نفس لازمی یا رافع هوایج بادی بدن. به هواجس یا خواهشات ناروا و نابجای نفس. نفس لازمی یا رافع هوایج بادی بدن. این امر واضح است که بادی جسم انسان نیاز به اکل و شرب، یعنی به خوردن و نوشیدن و رفع هر و برد، یعنی گرمی و سردی و مسکن داشته، اطفای اندلزوم غیر از جنسی نیز بدین سلسله محسوب باشد. پس بر شخص واجب است تا از مدارک جایز و مشروع آن را به دست آورده صرف نماید. هواجس یا خواهشات نابجا و ناروای نفس. این غریزه را اگر دقت نکنند در شخص به دو صورت رو به طغیان میگذارد و انسان را بدخوی میگرداند. الف، بدخوی نفس از مدارک حلال. ب، بدخوی نفس از طرق ناروا. جناب علامه صاحب بزرگوار فرمودند که خود وجود نفس است که بر ما انسان ها و دیگر حیوانات از گرسنگی و تشنگی و از قضای حاجت و از گرمی و سردی و اینایی که انسان احساس میکنه بر انسان خبر میده و انسان ضرورت داره که این لوازم ضروری زندگی خود را از طریق مشروع برآورده بسازد و این در حقیقت خودش یک نوع عبادت است. چیزی که معمولا در آثار عرفا در رابطه با نفس به اصطلاح او را منکوب کردن، او عبارت از خواهشات ناروا و اضافی نفس است که جناب علامه صاحب بزرگوار هم به او اینجا اشاره کردن. او را می فهمند که از دو طریق نفس متمایل میشه که به طرف خواهشات اضافی و ناروا بگرایه و انسان را دستخوش فنا و به اصطلاح در دام شیطان بیندازه. بدخوی شدن نفس از مدارک حلال. تمایل به صرف انواع لذایز اضافه از حاجت مبتنی بر وجود اضافی شهوت میگردد و استعمال بسیار غرایز جنسی علاوه از وصول پس منظر ضعف در بدن و کلیه حواس پیش از وقت موجد انگیزه نظربازی ها و دستبازی های وقت و ناوقت گشته،
رفته رفته به سوی محارمات انسان را متمایل می سازد. یعنی از طریق حلال و مشروع هم که خداوند جدوش می فرماید که کلو و شربو و لا تصرفو، از راه حلال و مشروع هم در خوردن و استفاده لذایذ و نعما اگر انسان حد اعتدال مراعت نکنه، این باعث از این میشه که نفس به طرف خواهشات اضافی میلان پیدا کنه و این سبب گمراهی و غفلت انسان میشه. بی از نگاه تقوا صرف نامای بسیار اگرچه از وجوه حلال میسر باشد، به یک وقت از چندین جهت درست نبود. حالا حکمتایش هم جناب علامه مسعود بزرگ میفهمه که ولو که نامه و لذایذ از طریق حلال و مشروع هم بر انسان میسر شود، نباید انسان از او استفاده بکنه. به خاطر چی؟ اول آن که در بالا گفتیم زیادت قوای شهوانی. دوم، شاید روزگار این همه لذایذ از وجوه مشروع به دست نیاید، پس در آن صورت شخص برای تأمین عادت مجبور به رفع حاجت از مدارک حرام گردد. ببینین خود استفاده سالم از حلال نکردن منجر میشه که انسان به حرام بفته و ای خودش زمینه ازیره مساعد میسازه. خب شیطان طبعا هدف کلیشی است که انسان را به اصطلاح به طرف گمراهی و ضلالت بکشانه، منتها باید زمین از او را اول مساعد بسازه. وقتی که انسان از طریق حلال و مشروع در حد اعتدالش استفاده بکنه، بر شیطان موقع تلقینات و وساوس باقی نمیمانه. در قدم اول شیطان مجبور است که انسان را تشویق بکنه به خوردنوش رنگارنگ و البسه متنوع و به اصطلاح جای و مسکن فوق‌العاده و اینا که در حقیقت ولو که از طریق مشروع و حلال هم به دست بیاید، تکافوی از او را و او را به اصطلاح همیش در اختیار داشتن امو امکانات را همیش انسان نمیداشته باشه و خواهی نخواهی انسان از او طریق به حرام میفته. انواع نفس. چنان که میدانن قرآن کریم نفس را به سه صورت عمده منقسم کرده است. الف، نفس اماره بالسوء. ب، نفس لوامه. جیم، نفس مطمئنه. نفس اماره بالسوء حقیقتش از معنی آن که امر کننده بر بدی می باشد پیداست و این حالت وقتی بر شخص استیلا می یابد که در صرف نعما هنگام وفرت حد اوسط را اگرچه از مدارک حلال هم باشد دقت نکند و اسراف را عادت خیش گرداند، این درست زمان است که قوای روحی اکثرا رو به ضعف می رود. اینی ما به اصطلاح سردوچار نفس اماره بالسوء به مرور زمان میشیم که شیطان موفق شود که ما را به خوردنوش رنگارنگ و زندگی مرفع عادت بده. وقتی که عادت آدم پیدا کرد، همیش از طریق حلال و مشروع به دست نمیتونه که بیاد. وقتی که چون عادت ما پیدا میکنیم، به خاطر رفع حاجت خود که بر ما من حیث عادت قرار گرفته، ما مجبور میشیم به شکل از اشکال که دست به حرام بزنیم. به نفس لوامه. این دولت در حال رشد قوای روحی در انسان نمودار میشود. یا به عباره دیگر نیروی روح با نفس متوازن گردیده و یا زمان برتری می نماید. از اینجاست که از وقوع اعمال ناروا به هر نوع صورت که هست شخص خیشتنداری کرده و اگر واقع شود خود را ملامت می کند، بلکه از وقوع آن ندامت می کشد. اگر خداوند جلشون بر انسان توفیق بده در اثر تقوا و متوجه شدن به امی خصوصیات به اصطلاح خواهشات نفسانی که او را جلوگیری بکنه، این نفس به حالت لوامه میگره و لوامه یعنی که انسان خود را ملامت میکنه. اکثرا کوشش میکنه که تقوا بکنه و پرهیزگاری بکنه، به اثر می تقوا و پرهیزگاری به یاری و مددگاری خداوند جل شنود تانسته که از حالت اماره بالسوء خود را بکشه و نفسش در مقام لوامگی قرار بگیره. در اینجا
اگر احیانا از پیشش کدام عمل ناروا سر میزنه خود را ملامت میکنه. نفس مطمئنه، این طراز عالی در زمان ارتقای قوای روحی به دست آمده. به طیب خاطر شخص میتواند که از صرف اضافی لذایذ و یا مدارک تحصیل فاسد و ناروا جلوگیری خود را بنماید. در چنین صورت به همچون نفوس روح و روحانیت رو به رشد بوده و الا ماشاءالله و همت والای صاحبش پیش و پیشتر می رود. در اثر امی مجاهده اون مبارزه که انسان پیگیر انجام می ته از آلات لوامگی هم که جناب علامه صاحب بزرگوار می فرماید که نفس لوامه حیثیت فلز گداخته را داره که آماده ریخت به یکی از حالتهای نفس مطمئنه یا اماره بسو است که بس اوقات در امی وقت که پیغمبر خدا صلی الله علیه می فرماید که دوست و رفیق به اصلاح نیک برتان انتخاب کنین که در امی مواقع بسیار زیاد اساس است که انسان به اثر مصاحبت دوستا و یارای نیک میتونه که به زودی از امی حالت لوامگی به مطمئنگی با همکاری برادرها و دوستای که اونا در این را سایی هستن پیش برن و اگر نیک خدای ناسته با کسایی که اونا مردم های غافل و کاهل هستن خدای ناسته دوباره پس امکانات هزی است که انسان نفسش از لوامگی دوباره به طرف اماره بوسی خدای ناسته برن. ماهیت نفس انسان فشرده عالم خبس یا جوهر زمین در انسان ها هست. نفس تمام حیواناتی که در کره زمین زندگی میکنن از زمین است، اما نفس انسان فشرده یا جوهر زمین است که تمام پدیده های عمیق کره خاکی در نفس انسان نهفته است. ثبوت نفس، هرچی از زمین براید و سراید و قابل استفاده انسان ها باشد چون جوهرش جسم است لذا بشر آن را به نحو از آنها صرف نمایند. گرچه مانند تریاک، مرچ، تنباکو و غیره تند و تلخ و کشنده هم باشد. یکی از خصوصیاتی که بر شما ثابت می شود که تمام امی عناصری که در جدول مندلیف است ای در نفس انسان به شکل از اشکال جا به جا شده. کمال نفس در بدن، از آنجا که نفس وسیله مظهر نموداری روح در بادی جسم است لذا دوران عروج و نزولش بر دو قسم می گردد. الف، دوران ارتقای ظاهری بدن توسط نفس، این مرحله از بد و تولد شروع شده و اکثرا سنین 30 و بالاتر از آن تا 40 سالگی رسیده سپس متوقف می شود که شاید نظر به محیط و غذا و ارث بعضاً تفاوت داشته باشد. دوران نزولی بدن یا استرخای نفس، پس از سنین 40 الی 50 سالگی نظر به وفرت یا قلت مواد خوراکی شروع شده و بعد از سنین 50 حتما روبرو از اطعمه و اغذیه بدن نیروی کامل نیافته، کم کمک رو به نزول نهاده و اخیراً به پیری و ظهیری میگرد. این امی خصوصیت های خود ظاهر نفس است که در ابتدا علامه صاحب بزرگوار فرمود که وسیله رشد به اصطلاح جسم ما شما میشه. این می غذاهای فیزیکی که فراورده های زمین است ما شما از او استفاده میکنیم سبب میشه که امی بادی جسم ما شما نمو بکنه و رشد بکنه و تا حدود 40 سالگی ای به اصطلاح امی مواد غذایی اینا در نمو و رشد جسمی ما شما کمک میکنه. اما از زمان نزولیش جناب علامه صاحب بزرگوار رو میفرمایه که بعد از سن 50 به هر شکل از اشکال که باشه همین نموی به اصطلاح جسمی ما شما متوقف میشه و انسان به طرف کهولت و پیری میگره. وجود ذاتی نفس در بدن، چی چیز انسان را از گرسنگی و تشنگی یا تمایل به کدام نوع غذای خاصه که واقعا بادی بدن احساس کمبودی آن ویتامین را در خود می نماید
و به رفع آن ذوق را در انسان ایجاد می کند و هاکذا ما را به رفع قضای حاجت خبر می دهد و اینها همه در حقیقت مبرهن وجود نفس به ذاتهی در جسد انسان کلیه جانداران علا تفاوت بدون زبان بوده و روشنگر این هسته در جسم جانداران نظر به مراتب باشد. قرائت نفس دیدن و خواندن اکثر چیزها را برای خوشگذرانی و از آن گرفتن حظ شهوانی یا لهو لعب و غیر انسانی فقط به قسم عبث بدان مشغول گردیدن در زمره قرائت نفس محسوب است و قرآن کریم این را به نام متاع الغرور نامیده است. چشم نفس انواع زیبایی ها را در کلیه موجودات قابل صرف و مساز دیدن و دست قدرت ثانی لایزال او را ندانستن مبرهن غلبه چشم نفس در انسان بوده و قرآن آن را به لفظ ولهم اعیون لا یبصرون بها خوانده است، یعنی ایشان را چشم هاست که نمی بیند بدان جمال و کمال ثانی جل جلاله را و جز حضوزات فاسد غرایز شهوانی با غیر ملاعبت بیهوده. عشق چشم نفس عدم وصول به آرزوی خیلی عمیق باعث ریزش عشق از چشمان به رخسار با واسطه نامرادی های نفس می گردد. یعنی نفس به آرزوی خود نمی رسه، فغانش بالا می شه و ما شما این حالت می بینیم که علی‌خصوص در اطفال این باسانی مشاهده می شه که همون خواستشان برآورده نمی شه، دست بگیری می زنن. گوش نفس سخن درست و کامل شخص را به تعبیر بعید تفسیر کردن و آن را به وجه من الوجوب به اصطلاح به خود کشیدن باشد که این عمل را قرآن به عباره ولا تجسس و منع و تحریم نموده است. مسکن نفس مسکن نفس بر دو جای بادی جسم انسان مستقر باشد، الف مسکن ظاهری، بی مسکن باطنی. مسکن ظاهری نفس در معده و جهاز هاضمه بوده اما شعله و اثراتش در حجرات پیشانی مستقر باشد. از این رو پیروان نفس هنگام اجرای کدام کار برتر از دیگران به یک نوع خودفروشی سر خود را مایل گرفته و قواره خاص و حق بجانب بخیش اتخاذ می کنند. تو گویی نهایت افتخار را او بر سفره روی زمین به دست آورده است. مسکن باطنی نفس به نوک خارجی دل یعنی قسمت چکری آن جا داشته ولی ریشه های از آن در همه حجرات قلب رفته است. غذای نفس همه ماکولات، مشروبات، البسه، مسکن و غیره هوایج از جمله غذای نفس بوده و عموما بر دو قسم اند، الف غذای مرئی، بی غذای نامرئی. اول غذای مرئی نفس آن قسمتی است که نیازمند پخت و پز باشد و به دست صورت به دست می آید. الف غذای حلال یا مقید به شرط، بی غذای حرام یا بی قید و شرط، که شریعت اسلام به توضیح هر دو صورت روشنی لازم انداخته است. غذای مقید به شرط نفس آن است که از وجوه حلال و پیشه مشروع به دست آورده و به قدر لزوم صرف نماید و اضافه خرچی نکنند. مثل که پیشتر اشاره شد که در استفاده از او از اسراف کار نگیره انسان و او کدام نقص بر انسان نمی کنه، هرگاه از او به شکل اسراف و اضافه روی استفاده شده او باعث بدخویی نفس میشه. غذای بی قید و شرط نفس در حال غلبه نفس امر به سو با بی‌بندوباری و یا هوشیاری کامل بدون نظر داشت و تخویف از قوانین خدا جل جلو و یا حکمداران دنیا هر چی خواهد و به هر صورت و هر جا که تواند بر مادونان نماید، مطلب می کشد تا آرزوهای نفسی و شهوانی خود را برآورده سازد. این اگر نفس به حالت امر بوسی تبدیل شود
دیگه قانون بر نفس مطرح نیست، نه قوانین آسمانی و نه قوانین مدنی، بنان به هر شکل که میخواه به اصلاح خواهشاتش برآورده شوه او را برآورده میسازه، ولو که به اصلاح تباهی و بربادی دیگه انسان ها یا حقوقشان تلف شوه بهشان بیتفاوت است. غذای نامرئی نفس عبارت از پیروی حواجس نفسانی و مطابقت غرایز نامشروع جنسی و وسایل مهیج آن بوده و بردن و باشد. الف ایفای جمله ممنوعات شرع و قوانین سالم مدنی و آرزوهای غیر مردمی از جمله اغذیه نامرئی نفس شمرده می شود. که اگر نفس با حالت امربوسی می باشه، بنان نه تنها در قسمت مواد غذایی یا دیگه آرزوهایش، بلکه در قسمت صحبت کردن و به اصلاح قوانین رو مد نظر گرفتن اصلا پیشش هیچ مطرح نیست. قانونی که به اصلاح ارزش ازیره داره که باید مراعات شوه به خاطر که حقوق دیگرات تلف نشه، اصلا اینا کسایی که به حالت قرار میگیرن پیششون مطرح نیست. به اقسام حسادت، بخل، کینه، امساک، حرص فاسد، انانیت و غیره از جمله خوراکه های نامرئی نفس بوده و جایگزینی این عادات در حجرات دل باعث ضعف هسته توحید یا نورانیت ایمان و غیره می گردد که قرآن کریم آن را به نام فی قلوبهم مرضان خوانده است. چیزی که بیشتر در رابطه ما اشاره کردیم که شیطان چطور می تانه که انسان را به طرف گمراهی و زلالت بکشانه. حجرات حسادت، بخل، کینه، امساک، حرص و انانیت را از انواع و اقسام که در رابطه با امی چیزا نسبت به دیگه انسان ها این حجرات را از بخل و از اینا پر میکنه. به طور مثال ما شما اگر این حجرات بخل را در ما شما شیطان به اصلاح رشد بده و تشویق بکنه، ما در برابر مردمی که مستحق هستن و مظلوم بیچاره هستن اصلا با وجود امکانات بسیار زیاده که در اختیار ما هست بخیلی میکنیم و اصلا نمیخواییم که حقوق از اونا رو بپردازیم. و حسادت، میبینیم که حسادت ابلیس باعث ازی شد که با وجود که آدم علیه السلام از او هیچ خبر هم نداشت، باعث ازی شد که دشمنیش تا امروز با حضرت آدم علیه السلام ادامه داره و خود هم به خاطر امو حسادت از اون مقام منزلتی که داشت انداخت. اینه در انسان اگر شیطان این حسادت را به اصلاح جایگزین می سازه، به بسیار آسانی انسان با دیگر برادرای خود و هموطنهای خود یا دیگه انسان ها حسادت میورزه و از این طریق زمینه به اصلاح چور و چپاول و قتل و غارت بر شیطان مساعد میشه و خودی و انانیت اون مشما میفهم که کس به کس تن نمیدن. هر کس خود را وقتی که حسد درش رشد بکنه بلند و بالا میدانه و این کیفیت در خود ابلیس به شکل نهاییش رشد کرده بود که اصلاً هیچ کس دیگه را نسبت به خود ارزش قائل نبود و امو بود که به آدم علیه السلام هم با وجود که حکم خدای عظیم جلالش نهو بود سجده نکرد و سر باز زد. کیر خداوند جلالش نهو در قرآن میشان فی قلوب هم مرزان که هم از این امراض معنوی است که با واسطه از این امراض شیطان موفق میشه که انسان را از پا در بیاره و به طرف کفر و الهاد و اینا انسان را بکشانه. و مرور زمان هر کدام از این در حقیقت دامه هایی است که انسان که شیطان با استفاده از او انسان را به طرف گمراهی و زلالت میکشانه. نتیجه و اثرات غذای مرئی و لازمی نفس. الف نموداریش در ظاهر بادی جسم، به اثرات آن در غلیان شهوت.
چنان که می دانند بدن از مأکولات، مشروبات، ملبوسات و غیره تا زمان معین رشد لازم می یابد. اما همین که بعضا نظر به تنومندی و رسایی بادی جسم شخص خود را بر دیگران قوی تر دید بر خود می بالد. این حالت مباهات از اثر غذای مرئی نفس به انسانهای خام و ناتمام دست می دهد. بعد اوقات ده باشه که انسان یک وقت عاجز و به اصطلاح بیچاره می باشه، اما امکانات مادی برش اگر پیدا میشه یا قوت جسمی برش پیدا میشه، با واسطه ازی سر دیگر را به اصطلاح افتخار میکنه و دیگر را به اصطلاح دست کم میگیره و خود را نسبت به اونا ترجیح میده. اثرات غذا در غلیان شهوت. به مرتبه دوم فشرده آن به نام غرایز جنسی پس از بلوغ سر کشیده و انسان‌های مغلوب شهوت و شیطان روا و ناروا را ندیده، پیوند این علاقه را به هر قیمتی که شود با هر چیز و هر کس و صورتی که تواند نماید. اگر انسان متوجه امی به اصطلاح غرایز جنسی نشه و از حد اعتدال که خود شهوتان در باری دیگر چیزا که جناب علامه سب بزرگوار فرمود که استفاده از غرایز جنسی اندلزوم و هم در جمله به اصطلاح ضروریات نفس لازمی میه، اما اگر وقتی که او به شکل افراد میگرایه همچون انسانها با استفاده از این قوای شهوانی به هر شکل که شوند شهوت رانی میکنن و روا و ناروا را پیش از این ارزش نداره. نتیجه و اثرات نامرئی غذای نفس. از هر قدرتی که دارند برای برآورده شدن آرزوهای شوم خویش استفاده ناجایز کنند و با یک عالم خودبینی نخوت و برتری خود را از هر جهت که دانند و توانند بر طبقه مظلوم و مدونان ثابت نمایند. دوست عزیز با ما باشه، انشالله بعد از یک وقفه دوباره برمیگردیم. مذهب زنده دلان خواب پریشانی نیست، از همین خاک جهان دیگری ساختن است. اسرار معرفت هدف زندگی، اسرار معرفت هدف قرآنی، اسرار معرفت خوشبختی دو جهانی. کله چه انسان له بهشت څخه د ځمکې خاورین کوری تراواره او سرګردانه شو، نو له ګڼ شمېر مادي، معنوي، اقتصادي، ټولنیزو، فرهنګي او داسې نورو اړتیاو سره مخامخ شو و در جستجوی گمشده های فطرت خود تحقیق و تلاش نمود تا گوهرهای گران قیمت خرد و عشق، ایمان و اخلاص، اخلاق و عدالت، شرف و قانون، همزیستی مسالمت آمیز و عروج به ملکوت اعلی را دریابد. لنیک مرغد حق و طول و چیرن و پلرتن و دلاستراولن و مجموعه در اسرار معرفت در زخناک اخبروانه پو منظم و دیویدیگانو که در پیجندل شوی لور متفکر او تقهم و بلغ استاد معتصم بلا مذهبی پا عارفانه او لشور و زوگ نردک و وینا و خبرو که لپای نتر پای پوری ترتیب او زای پزای شوی بید. گر ز سر معرفت آگه شوی، لفظ بگذاری و سوی معنا روی. اگر می خواهیم به اصل خیش وست شویم، اگر می خواهیم جواهر گم شده ی گران قیمت وجود خود را دریابیم، اگر می خواهیم از نابترین اسرار قرآنی و عرفانی مستفیض شویم، لطفاً به نوار دیویدی ها و سیدی های برنامه های همیشه بهار اسرار معرفت دانشمند اندیشمند استاد معتصم بالله مذهبی مراجعه نمایید و از این همه امتیازات بهره مند شوید. برای سفارش خود لطفاً با ما در امریکا با شماره تلفن 847-305-2806، در کانادا 416-305-4311 و در افغانستان با شماره تلفن 700-260-833 تماس بگیرید.
برای سهولت بیشتر بینندگان عزیز، امتیاز فری شیپینگ یا ارسال رایگان با نازل‌ترین قیمت‌ها مد نظر گرفته شده است. با حمایت مالی از برنامه خودتان، اسرار معرفت صاحب اجر دارنگ شوید. اسرار معرفت، خوشبختی دو جهانی. با تقدیم سلام مجدد خدمت بینندگان عزیز، تشکر از اینکه تا این لحظه با ما بودین. به ادامه صحبت در رابطه با نفس، جناب علامه صاحب بزرگوار می فرماید که خود نفس به اصطلاح سرحد تکامل اصلیش ظاهرا به حساب جسم اینا پیشتران که ما شما اشاره کردیم تا یک مدت است، اما از نقطه نظر باطنی و معنوی تا روز قیامت نفس انسان به شکل منفیش رشد میکنه و مرتکب آخرین مجازات که قرار است شوه در اثر بعض کارهای خلاف اونها به جایی که از پیشش سر زده میشه. و همچنان پس از مرگ جناب علامه صاحب بزرگوار میفرمایند نظر به حدیث شریف که اگر انسان در زندگی خود بنیان یک کار ناروا را یا به اصطلاح شیوعی یک کار نابجا را مثل به اصطلاح قماربازی را یا شرابخوری را یا انواع و اقسامش دیگه ناروایی ها را بنیان گذار باشه و از او طریق دیگه انسان ها با واسطه از این برنامه ریزی که کرده به طرف گمراهی و زلالت میگرایند، ای بعد از مرگ هم از او اعمال شنیع خود مجازاتش اشدتر میشد، در حالی که از گناه و جرم دیگه کسا هیچ چیز کم نمیشد تا وقتی که امو عمل ادامه داشته باشد. و همچنان در قسمت همکاران نفس جناب علامه صاحب بزرگوار میفرماید که بسیار زیاد این مهم است که میفرماید کلیه شیاطین جینی و انسی اند که اشخاص را به سوی کارهای خلاف شرع و قانون به انواع تلبیسات و تشویقات دیده و دانسته میکشاند، خصوصا که در آوان طوفان جوانی و غیره کامرانی ها باشند. بعضاً به استفاده از غرایز فاسد حاجات مبرم شهوانی جوانان و نیازمندان جاهل را به این بدبختی ها سردوچار می نمایند. بدترینشان کسانی اند که به لباس دوستی یا در حال امیدواری و اعتماد دست به چنین کردار زشت زده، جوانان را با خود در حال ناخودآگاهی به گمراهی ها سوق می دهند و اینها بر دو قسم اند. همی که پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله می فرماید که از همراه بد مثلا فاصله بگیرین و خود دور نگه دارین، به می خاطر است که بعض اوقات همو کسایی که به صفت دوست و رفیق با موشم است، حتی بعض اوقات خودشان هم نمی فهمن، ناخودآگاه به طرف همو گمراهی و زلالت خودشان غرق هستند در حال که هیچ متوجه نیستند و دیگه کسایی هم که با اونا به تماس است به طرف امون گمراهی و زلالت سوق میده. از او خاطر انتخاب رفیق و دوست در زندگی انسان علخصوص به خاطر تقوا و پرهیزگاریش بسیار زیاد رول عمده را بازی میکنند. و امی گروه مردم جناب علامه صاحب بزرگوار میفهمه که به دو دسته تقسیم میشن. الف بدکارانه که برای حاجت و عادت در تعلیم و تلقین اعمال ناشایسته به غرض رفع غریزه و یا به دست آوردن مفاد خود اشخاص را بیرا و گمراه می نماید. یک تعداد مردم است که خودش به اعمال نامشروع عادت داره یا وظیفه‌اش است از او طریق به اصطلاح امکانات مادی برش دست می ده و انسانهایی که بیگناه و معصوم هستند اونا را به طرف می گمراهی و زلالت سوق می دن. به اشخاصی که از فرط نادانی آن را ساعت تیری یا اختلاط گفته دانسته یا نادانسته اطفال و جوانان را
به آن اعمال ناشایسته مسبوق کرده و شایق میگردانند. یک تعداد کسای دیگه است که خودشان هم می چیزا را ساتری فکر کرده و به دیگران ساتری گفته تلقین میکنه و انسان را به طرف ازی گمراهی ها و ضلالت ها سوق میستند. هستند ادهی که همزمان اطفای غرایز یا رفع حاجات خود به روح و روان جمعی از بیخبران به انواع هیئت تسلط یافته و ایشان را از این مصاحبت زهراگین خیش به گمراهی ها سوق میدهند. و بدترین اینها کسانی اند که ظاهرا خود را دوست نموده و آن عمل ناروا را به نحو از آنها مشروع و به اصلاح مردم عوام چالاکی گفته ایشان را به دام آرند. و از این طبقه بدتر کسانی اند که تا آن کار و کردار را به طور عادت در شخص تزریق نکنند او را فرو نگذارند. اینها اند که از اثر بذر این کار و کردار زشت و روش فاسد پس از مرگ به مادرج عذابشان روبرو افزایش ها به عمل می آید و تا زمان دوام آن عمل در انسان ها بانیان به جزای مرتکبین مستقیما سهیم بوده و مجازاتشان از آف و مضاعف می گردند. که در زندگی ما شما ببینید که چقدر انسان از ناحیه شیاطین انسی متضرر میشه که بعض اوقات به نام دوست و رفیق اینا به اصطلاح ما شما را به طرف گمراهی و ضلالت میکشن و در دام شیاطین جینی قرار میده. در این رابطه که چطور نفس انسان بتانه از به اصطلاح خواهشات اضافی نفس جلوگیری بکنه یا اضافه تر نفس را به اصطلاح تنبیه کرده باشه، جناب علامه صاحب بزرگوار در کتاب جواهر موجود باز مفقود در عنوان تکامل عقل تجلیات روح می فرمه که خداوند جلشنهو در ازل نفس را به شکل از اشکال برش یک صورت داد ویر پیش خود خواست که ازش پرسان کنه که ما کی هستم و تو که هستی. نفس در برابر حضرت ذوالجلال و الاکرام امو کیفیت ازیر که اون مخلوق است ایر اقرار نکد، بلکه گفت تو خداوند جل جلاله هستی و ما نفس هستم. در احادیث شریف اینجا علامه بزرگوار نقل میکنه که خداوند جل جلاله به خاطر منکوبی از ایر به آتش و انواع و مجازات ایر سر دوچار ساخت. باز هم وقتی که حاضر میشد امو به اصطلاح گفتی اول خود تکرار میکرد که من نفس هستم و تو خداوند جلالش هستی. بالاخره این نفس را امی به اصطلاح اسباب و وسایل معیشتش ازش گرفت بر 40 روز و بعد از او میگه به حضور خداوند جلالش آمد با لحن ضعیف و نحیفه که داشت به ناخوا به اکراه به مخلوق بودن خود و به بندگی اقرار کرد و خداوند جل شأنه را به یگانگی اقرار کرد به اکراه. از او خاطر مشایخ میفرمند که از این رو برای سرکوبی نفس از گرسنگی بهتر دوای دیده نشده و لذا مشایخ و عرفا در قدم اول پای همت را به صحرای ریاضت گذاشته و با زیر پا نمودن نفس انوار عالم قدس را پیاپی دریافته و طی مراحل را بدین واسطه نموده اند. و اگر ملتفت شید به ماه رمضان چون اختناق نفس از انواع لذایذ و انعام است، بنابراین ترحم خداجویی از هر وقت بیشتر در اعمال و اقوال اشخاص دیده می شود. و اگر بگوییم که فرضیت روزه این ماه برای انتباه مردمان به دوای این مرض لادوا بروی این منشور مقرر گردیده، گزاف نخواهد بود. گویند از بایزید بستامی رحمت الله علیه پرسیدند فاصله بین خدا و بنده چقدر است؟
در جواب گفت یک قدم. سائل پرسید آن قدم کدام است؟ گفت نفس. هرگاه قدم اول را بر نفس بگذاری، قدم دوم حضور خداوند جل جلالتو است. و همچنان در این رابطه حدیث از پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم جناب علامه مسعود بزرگوار نقل میکنه که پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم میفرماید که اعداء عدوک نفسک النفس التي بین جنبیک، یعنی دشمنی کن با سرسخت ترین دشمن خود، یعنی نفس که در بین دو پهلو مستقر است. و همچنان در حدیث دیگه پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم میفرماید که کن عند الله خیر الناس و کن عند النفس شر الناس و کن بین الناس که حد من الناس، یعنی باش به نزد خدا بنابر اعمال خاصه بیریا بهترین مردم و باش در مقابل آرزوهای نفسانی بدترین مردم و باش در بین اجتماع یکی از مردم، یا به عباره دیگر به خود کدام شخصیت و لیاقت جداگانه را قرار مده، زیرا در این عمل نیز تزویر نفس و اغراض او برآورده و تأمیل می‌یابد. همچنان امام غزالی صاحب در رابطه با گرسنگی می‌فرمایند احادیث از پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم که پیدا کردن فضیلت و ثواب گرسنگی، رسول صلی الله علیه و سلم گفت جهاد کنید با خیشتن به گرسنگی و تشنگی که ثواب آن چون ثواب جهاد است با کفار و هیچ کردار نزدیک حق تعالی دوستر از گرسنگی و تشنگی نیست. و گفت صلی الله علیه وسلم هر که شکم پر کرد وی را به ملکوت آسمان راه ندهند. و پرسیدن از رسول صلی الله علیه وسلم که فاضل ترین کیست؟ این کسی که بسیار زیاد فضیلت داره کی است؟ گفت صلی الله علیه وسلم آن که اندک خورد و اندک خندد و به عورت پوش قناعت کند. و گفت صلی الله علیه وسلم سید و مهتر همه کردارها گرسنگی است. و گفت صلی الله علیه وسلم جامه پوشید و طعام و شراب خورید اندر نیم شکم که آن جزوی است از نبوت. و گفت صلی الله علیه وسلم اندیشه یعنی تفکر یک نیمه عبادت است و اندک خوردن جمله عبادت است. و گفت صلی الله علیه و سلم فاضلترین شما به نزدیک حق تعالی آن است که تفکر و گرسنگی وی دراستر است، و دشمنترین شما به نزدیک حق تعالی آن است که طعام بسیار خورد و آب بسیار خورد و بسیار خسبد. و گفت حق تعالی با فرشتگان مباهات کند به کسی که اندک خورد و گوید بنگرید که وی را مبتلا بکردم به شهوت طعام و برای من دست بداشت. گواه باشید ای فرشتگان که به هر لقمه که بگذاشت درجه اندر بهشت وی را بدهم. و گفت صلی الله علیه وسلم دلهای خود را مرده مگردانید به بسیاری طعام و شراب، که دل همچون کشت است که چون آب بسیار اندر وی شود بمیرد. و گفت صلی الله علیه وسلم آدمی هیچ ظرف پر نکند بتر از شکم، بس بود آدمی را لقمگه که چند که پشت وی راست همی دارد، و اگر چاره نباشد سه یکی از شکم طعام را و سه یکی شراب را و سه یکی نفس را و بر روایت دیگر سه یکی ذکر را. و عیسی علیه السلام گفت خیشتن را گرسنه و برهنه دارد تا باشد که دلهای شما حق را بیند. و رسول ما صلی الله علیه وسلم گفت که شیطان اندر تن آدمی روان است چون خون در رگ، رهگذر وی تنگ بکنید به گرسنگی. و گفت صلی الله علیه وسلم مؤمن به یک روده یا یک میده خورد و منافق به هفت، معنی آن است که شهوت و خورش منافق هفت چند آن است که از مؤمن. عایشه رضی الله عنها گوید که رسول صلی الله علیه وسلم گفت پیوسته در بهشت میکوبید تا درتان باز کنند. گفتم یا رسول الله صلی الله علیه وسلم به چی بکوبیم؟ گفت به گرسنگی و تشنگی.
عایشه رضی الله عنها میگوید که رسول صلی الله علیه و سلم هرگز سیر نخوردی و بودی که مرا رحمت آمدی بر وی از گرسنگی، دست به شکم وی فرود آوردمی و گفتمی تن من فدای تو باد، چه باشد اگر از دنیا چندان بخوری که گرسنه نباشی. گفت یا عایشه، اولوالعزم از پیامبران برادران من از پیش برفتند و از حق تعالی کرامت ها یافتند، ترسم که اگر من تنعم کنم درجه من از درجه ایشان کمتر باشد. روزه که چند صبر کنم به اندک دوستر دارم از آن که حظ من از آخرت کمتر باشد و هیچ چیز بر من عزیزتر از آن نیست که به برادران خیش رسم. خب از اینکه ماه مبارک رمضان را ما شما سپری کردیم که ماه پر برکت است، خداوند جل جلاله می فرماید که این ماه به خاطر از این که تا شما پرهیزگاری اختیار کنین و پرهیزگار شین. و در رابطه با فضیلت گرسنگی ما شما خواندیم که تمام انبیای عظام و اولیاء کرام در قدم اول به خاطر از این که با نفس مجاهده و مبارزه داشته باشن از طریق گرسنگی و تشنگی فائق آمدن و تزکیه و تصفیه بر نفسشان پیدا شد و از او طریق دانستن که با خواهشات نفس و اغوای شیطان دست و پنجه نرم کنن. و اساسا ما شما میبینیم که شیطان اصلا در گمراه کردن انسان هیچ رول رو بازی نمیکنه، فقط و فقط از طریق نفس، که دشمن اصلی انسان نفس است، منتها با قدر تفاوت که نفس اگر اصلاح شد از حالت دشمنی به بهترین حالتش که دوستی نهایت است به خاطر قرب و معرفت انسان به حضور حضرت ذوالجلال و الاکرام، تا او جایی که حتی ملائک مقرب به حضور خداوند جشنو اوک قرب و معرفت حاصل کرده نمیتونه که بنده های خاص با داشتن نفس مطمئنه ای درجات را حاصل میکنن. بنان خود ماه مبارک رمضان یک فضیلت خاص است که ما همیش از او بهرمند باید باشیم و به خاطر از او است که در غیر رمضان المبارک هم روزهای بسیار زیاد خاص است که پیغمبر خدا صلی الله علیه مبارک روزه می گرفت و صحابه را و امت را هم تشویق کردند که با استفاده از این روزه های سنت با نفس و شیطان مبارزه خود را در طول سال ادامه بدن و با توفیق خدای عظیم جلالش نهو زمینه امی که انسان در امی حالت تقوا و پرهیزگاری بمانه از این روزه ها انسان استفاده بکنند. که امام غزالی صاحب در قسمت روزه های شریف و فاضل روزه داشتن سنت است در تحت این عنوان می فرماید که آنچی در سال افتد روزه عرفه و عاشورا و نو روز از اول ذوالحجه و ده روز اول ماه محرم و رجب و شعبان. و در خبر است که فاضل ترین روزه پس از ماه رمضان روزه ماه محرم است و جمله محرم سنت است و عشر اول مؤکد تر است. و در خبر است که یک روز از ماه حرام فاضل تر از 30 روز از ماه های دیگر. و رسول صلی الله علیه و سلم گفت هر کی پنجشنبه و آدینه و شنبه از ماه های حرام روزه دارد وی را عبادت 700 ساله بنویسند. و ماه حرام 4 است: ذوالقعده، ذوالحجه، محرم و رجب. و فاضلترین ذوالحجه است که وقت حج است. و در خبر است که عبادت در هیچ وقت فاضلتر و دوستتر نزدیک حق تعالی از عشر اول ذوالحجه نیست. روزه یک روز از وی چون روزه یک ساله است و قیام یک شب چون قیام لیلة القدر است. گفتند
و گروه از صحابه کراهت داشته اند که همه رجب روزه دارند تا با رمضان مانند نباشد و بدین سبب یک روز بگشاده اند. و در خبر است که چون شعبان به نیمه رسد روزه نیست مگر ماه رمضان. پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله در ماه شعبان فرمودند که بعد از 15 شعبان روزه نگیرین که باز در رمضان به روزه رمضان آماده باشین. اما روزهای شریف از ماه ایام البید است، 13 و 14 و 15 و از هفته دوشنبه و پنجشنبه و آدینه. اما روزه پیوسته داشتن همه سال جامع بود که نگه کس تمام سال روزه بگیره تمام زیره برش کفایت است. منتها در بعض از احادیث پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم یک صحابی پیشان آمدن و اجازه خواستن که همیش روزه باشن، بر اونا اجازه نداد و گفت که اگر تو میخوایی بهترین روزه را داشته باشی بنان روزه داود علیه السلام را اختیار کو که یک روز روزه میگرفتن و یک روز هم افطار میکردن. به این اساس ما شما میبینیم که روزه غیر از ماه مبارک رمضان در طول سال هم ادامه داره که اکثرا مردم متوجه نمی باشه و از این برکت ماه مبارک رمضان که بسیار ذات فضیلت داره انسان نباید خود را محروم کنه و در طول مدت حداقل علما و اینا فرمودن که پیوسته 4 روز نباید انسان افطار بکنه از 4 روز اضافه تر، یعنی حداقل هر 4 روز بعد باید انسان روزه بگیره حداقل یک روز و هفته 2 روز. روز پنجشنبه و دوشنبه سنت است که پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم مبارک روزه میگرفتن و ازشان پرسیده شد که چرا این 2 روز روزه میگیرین، فرمودن که در این 2 روز نامه اعمال انسان ها به حضور خداوند جشنو پیشکش میشه و ما میخواییم که روزدار باشم تا مورد لطف و شفقت حضرت ذوالجلال و الاکرام واقع شوم و خداوند جشنو بر من رحم کنه و گناه ها و خطاهای مرا عفو کنه. و در ماه 3 روز 13 14 و 15 هم سنت است اگر کسایی که نمیتونن روز دوشنبه و پنجشنبه روزه بگیرن میتونن که ماه 3 روز روزه بگیرن و یا حداقل به اساس فرمود علما که میگن سر به سر اضافه از 4 روز افطار کردن و روزه نداشتن خوب نیست، هر 4 روز بعد روز پنجم میشه حداقل میتونه انسان از این روزه که یک عبادت بسیار زیاد عظیم است و خداوند جل جلاله میفرماید که به هر عبادت و به هر طاعت یک حدود را و یک وقت را و یک ساعت را ما معین کردیم غیر از روزه، که میفهمه که روزه خاص به خاطر ما هست و ما خودم ثواب روزه را بر روزدارا عطا میکنم. که خود روزه داشتن در حقیقت ما شما پیشتر در رابطه با نفس خواندیم که از اثر خورد و نوش اضافی ولو که از طریق حلال هم باشه نفس بدخوی میشه و به طرف گمراهی و ضلالت میگره و زمینه از این مساعد میشه که شیطان به اصطلاح در نفس انسان دست بردها داشته باشه و کینه و کدورت و حسادت و او غذاهای نامرئی را که جناب علامه صاحب بزرگ را فرمودن در اثر از این که شیطان تصرف پیدا بکنه و تسلط پیدا کنه در باطن انسان اونا را رشد میده، که هر کدام از او در حقیقت دام است از دامهای شیطان که انسان را به آسانی میتونه که به طرف گمراهی و ضلالت بکشانه. بنان در رابطه با ای که از تمام از این مصیبت ها انسان نجات بیافه یگانه چاریش ای است که به اصطلاح به روزه گرفتن در طول سال خود انسان عادت بده و همچنان
این زمین ازیر بر آدم مساعد می سازه که از خورد و نوش اضافی هم انسان نظر به که با روزه عادت پیدا میکنه، خود روزه انسان را قادر می سازه که از خورد و نوش اضافی به اصطلاح جلوگیری بکنه. قسم که در ماه مبارک رمضان ما شما میبینیم به اثر روزه بسیار وقتا به اصطلاح موقع از این میسر نمیشه که ما به اصطلاح زیاد به خورد و نوش بپردازیم. وقتی که زمینش میسر نمیشه این بر ما شما عادت میشه، وقتی که عادت شد ما شما خود به خود از امو به اصطلاح خواهشات اضافی و به جای به اصطلاح لذایذ نجات پیدا میکنیم و در حد اعتدال به شکل نرمالش قرار میگیریم. کو در حد اعتدال قرار گرفتن او کدام معصیت را و گناه را بار نمیره و شیطان از او کدام استفاده سوی کرده نمیتونه. فقط و فقط شیطان وقتی میتونه انسان را مسخر خود یا غلام خود بسازه که انسان تمایل پیدا کنه به زندگی مرفع، به خورد و نوش و اضافه از ضرورت، به لباس فاخره، که کل از این چیزها در حقیقت سبب از این میشه که نفس انسان به طرف اماره به سویی به اصطلاح بگرایه و انسان خدا نخواسته وقتش که نفسش اماره به سو شد اصلا ترس از خدا جرشنو یا قوانین به اصطلاح جهانی نمیداشته باشه و هر آنچه که آرزو و به اصطلاح خواهش است او رو به شکل از اشکال تا جایی که قدرت داشته باشه برآورده می سازه و وقتی که او را برآورده ساخت ما شما می بینیم که حتی بالاخره در اثر پیروی نفس و شیطان انسان حالت را به خود می گیره که تا روز قیامت از مصیبت از این نفس و عذاب که از اون ناحیه متوجهش می شه و مراتب و مقامش در جهنم به اصطلاح خوار و ذلیل می سازه از او بیاری خداوند جشنو نجات می آفه که خداوند جشنو بر هم ما شما توفیق از این نصیب بگردانه که از این روزه های نوافل به خاطر به اصطلاح تربیه نفس خود که نفس ما شما از حالت امر بسوی بیاری مددگاری خداوند جلاشنو برای و به طرف فلاح و رستگاری که عبارت از نفس مطمئن است بگرای که سبب خوشنودی و رضایت حضرت ذوالجلال و الاکرام و سبب پیشرفت و ترقی ظاهری و معنی و مشمات در دنیا و در عقبا میشه که خداوند جلشنو بر ما و به همه خوارا و برادر عزیز توفیق از زیر نصیب بگردانه که با استفاده از این روزه هایی که در طول سال جریان داره استفاده بکنیم و در مقابل نفس و شیطان استقامت و مقاومت از خود نشان داده باشیم. از توجه شما جهان سپاس تا تقدیم برنامه بعدی. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.